سلام همراهان همیشگی و عزیز نیکوتاک. توی این ویدیو میخوام باهاتون در مورد یک مبحث بسیار مهم به نام phrasal verbs صحبت کنم. حالا آشنا خواهید شد که منظورم از phrasal verbs چیه و البته خیلیاتون آردی میدونید که به چه نوع افعالی در انگلیسی اشاره میکنه. ولی خب بحث امروزمون خیلی بحث جذابیه و به یک سری ریزکاری‌های این قضیه هم خواهیم پرداخت. بنابراین برای دوستانی که در سطوح بالا زبان میخونن هم این ویدیو میتونه بسیار مفید باشه. خب بریم سر اصل مطلب. اولا اینو بهتون بگم که phrasal verb ها در زبان محاوره انگلیسی بسیار 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 رایجن و کمک میکنن که صحبت کردن شما بسیار طبیعی تر و مثل یک نیتیو به نظر بیاد. پس این خودش دلیل کافیه که شما خیلی تلاش کنید در یاد گرفتن و مهارت پیدا کردن در استفاده از phrasal verbs. ببینیم phrasal verb چیه؟ وقتی که یک فعل انگلیسی که معمولاً نمیگم همیشه ولی معمولاً این فعل جز افعال رایج و بسیار بسیار پرکاربرد انگلیسیه، مثل get, go, see, look, do، البته افعال دیگه هم هستن ولی خب اینا خیلی خیلی رایج دارن. وقتی یک فعل انگلیسی در کنار یک حرف اضافه یا یک قید یا هر دوی اینها قرار میگیره، انگار که یک ترکیب شیمیایی بین این کلمات رخ میده. یعنی چی؟ ببینید وقتی شما چند تا ماده رو در یک ترکیب شیمیایی با هم مخلوط میکنید، اون مواد تبدیل به ماده جدیدی میشن که یه جورایی خاصیت مواد قبلی رو ندارند یا بخشی از اون رو فقط دارند و یک ماده جدید با یک خواص جدید به وجود اومده. حالا وقتی یک phrasal verb شکل میگیره، یعنی یک فعل کنار یک حرف اضافه یا یک قید یا هر دوی اینها قرار میگیره، چون ما phrasal verb های سه کلمه ای هم داریم دوستان که اولی فعل، دوتای بعدی قید و در واقع حرف اضافه هستن، وقتی یک phrasal verb شکل میگیره، معنی فعل و عبارت به دست اومده یا خیلی متفاوت و یا کمی متفاوت از معانی کلمات و اجزای تشکیل دهندش میشه. حالا همه اینا رو با مثال براتون روشن خواهم کرد. خب بریم سراغ مثال اولمون. من میخوام با عبارت در واقع go to برای شما این مبحث رو باز بکنم. ببینید go فعلیه به معنی رفتن، to هم که یک حرف اضافه است به عنوان به معنی در واقع به سمت. البته خب معانی دیگه ای هم میتونن هر کدوم اینا داشته باشن ولی خب من به اون معنی اصلی هر کدوم دارم اشاره میکنم. وقتی که شما یک جمله میسازید مثل I go to my office every day، آیا در اینجا ترکیب go و to معنای جدیدی و متفاوت از معانی تک تک کلمات گو و تو پیدا کرده؟ خیر. چرا که گو به معنی فیزیکی به جایی رفتن هست، تو هم که حرف اضافه است به معنی به و این دو کلمه هیچ کدوم از معانیشون از دست ندادن، یعنی هیچ کدوم معنیشون از دست ندادن. پس این یک phrasal verb نیست، این یک فعل معمولیه که در کنار یک حرف اضافه قرار گرفته، چون شما به صورت فیزیکی با پاهاتون، با ماشینتون، با اسبتون میرید به ادارتون. پس واقعا عمل going فیزیکی رخ داده در کنار تو. اما وقتی شما میگی I was very tired so I immediately went to sleep، من خیلی خسته بودم و بنابراین بلا فاصله به خواب رفتم. خب ببینم عبارت go to اینجا واقعا به معنی اینه که شما فیزیکی به جایی رفتید، یعنی یه جایی هست به نام sleep خواب و شما پا شدید با پای پیاده، با ماشین، با اسب رفتید به اون منطقه sleep. نه خیر، اینجا به صورت استعاره ای ما go رو به کار میبریم، انگار که شما جایی رفته باشید ولی در واقع go to sleep یعنی به خواب رفتن. پس اینجا go to یک phrasal verbه، چون واقعا در ترکیب go to go معنای رفتن خودشو حفظ نکرده.
در واقع به صورت غیر فیزیکی شما فقط وارد یک حالت دیگه میشید که اون خواب هستش. بنابراین اینجا دیدید که صرفاً این که یک فعل مثل گو در کنار یک حرف اضافه مثل تو قرار بگیره، صرفاً با این اتفاق یک فریزال ورب تولید نمیشه، بلکه باید ببینیم که آیا به عنوان مثال به حالت اصطلاحی گفتم آیا چیزی مثل ترکیب شیمیایی رخ داده یا نه، که میبینید در مثال اول رخ نداده بود، شما فیزیکی رفته بودید ادارتون، پس فریزال وربی شکل نگرفته، ولی در دومی فریزال ورب شکل گرفته چون شما واقعا فیزیکی به خواب نرفتید. دوستان تاکید میکنم که بعضی وقتها حد زدن معنی یک فریزال ورب با نگاه کردن به اون اجزای تشکیل دهندش ممکنه، میشه معنی رو حد زد، ولی باز خواهید دید که یه مقدار به سمت استعاره رفتیم، یک مقدار اون معنا تغییر کرده. بذارید در مورد فریزال ورب get up به معنی بلند شدن از خواب، از رخت خوابتون در اومدن به اون اشاره بکنیم. ببینید ما میدونیم که فعل get معانی بسیار بسیار مختلفی داره. رایج ترینش عبارتند از خریدن، دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، رفتن و به جایی رسیدن، متوجه شدن، شدن، خود فعل شدن، و آب هم به معنی بالاست. خب وقتی که من بگم I got up at 7 a.m. یعنی من 7 صبح رفتم بالای کوه، رسیدم بالای کوه، رسیدم بالای درخت، رسیدم بالا پشت بوم. ببینید چون اگه قرار باشه فیزیکی نگاه کنیم به هر حال من باید به یک جایی که بهش میگم آب رسیده باشم دیگه، ولی ما میدونیم که گتاب به معنی از رخت خواب بلند شدنه. حتی لازم نیست پاشی وایسی، کافیه از حالت خوابیده بلند شی و بشینی روی تخت خوابت، بشینی روی زمین، این میشه گتاب. پس شما واقعا به صورت فیزیکی به جای بلندی نرسیدید، به جای بلندی نرفتید، پس باز هم یه ترکیب شیمیایی رخ داده، باز هم گت اون معنای اولیه خودش رو از دست داده و به صورت استعاره‌ای انگار شما به یک جای بالاتری رسیدید. پس واقعاً معنی عوض شده و ما یک فریزال ورب داریم. فریزال ورب دیگه‌ای که میتونیم با هم بحث کنیم و جالبه چون معانی مختلفی داره که خیلی هم با هم فرق دارن، میتونه فریزال ورب رایج تیک آف باشه. خب ما میدونیم تیک به معنی گرفتنه، به خصوص وقتی چیزی رو با دست میگیری و این تفاوت کلیدی تیک و گته. شما وقتی تیک رو به معنی گرفتن داری و میای در کنار آف قرار میدی، خب چه معنی شکل میگیره؟ تیک به معنی گرفتنه. آف معمولا مفهوم جدایی رو در واقع در خودش داره. شما وقتی که میگید turn off the light، که این خودش هم یه phrasal verb چون واقعا برای خاموش کردن چراغ، شما که چیزی رو نمیچرخونید و بعد از جاش در بیارید که آف بشه، ولی در واقع ارتباط الکتریکی رو اون تو قطع میکنید، پس باز هم آف یک قطعی صورت گرفته. یا حالا نمیخوام خیلی به آف بپردازم، فقط خواستم مفهوم کلیش رو بهتون بگم که جدایی در دل این کلمه وجود داره. take هم به معنی گرفتن. حالا وقتی که میگیم I took off my jacket as soon as I arrived، یعنی من به محض اینکه رسیدم کتم و از تنم در آوردم، خب یه مقدار دلالت میشه فهمید که چه ارتباطی بین این phrasal verb و معنای اجزای تشکیل دهندش وجود داره. take به معنی گرفتنه، خب من کتم رو میگیرم تو دستام. offم به معنی separationه و از بدنم جدا میکنم، I took off my jacket. پس یک مقدار اینجا ارتباط نزدیکه، ولی باز هم یک phrasal verbه چون واقعا شما یه جورایی اونو نمیکنی، بخشی از تن شما نیست که اونو جدا بکنی، میشه لباسم رو در آوردم. حتی وقتی یک حلقه یا عینکتون رو در واقع از انگشتتون یا از چشمتون از رو صورتتون برمیداری. حالا میایم در دو معنی دیگه تیک آف، میبینیم که خب سخت میشه حد زد واقعا معنی تیک آف رو، مگر اینکه یکی به ما بگه این مفهوم رو داره. وقتی به مفهوم بلند شدن هواپیما از روی زمینه، بله میگیم the airplane took off مثلا at 7 a.m. هواپیما ساعت 7 صبح در واقع مثلا بلند شد. خب ببینید باز هم میشه یه توجیهی آورد،
ولی این توجیه دیگه یه مقدار سخت‌تر شده، یه مقدار فاصله معنی استعاره‌ای با معنی غیر استعاره‌ای فاصله زیاد شده. بله، یه جورایی میشه گفت انگار دستی از آسمان اومده هواپیما رو گرفته و از زمین آف جداش کرده. ولی خب دیگه خیلی داریم از تخیلمون استفاده میکنیم، پس این واقعا یک phrasal verb. The airplane took off at 7 a.m. یا در معنی دیگر take off به معنی موفق شدن یک بیزینس، یک تجارت، یک کاری که شما راه انداختید. اینو دیگه چجوری میشه توجیه کرد؟ مثلا their business took off after a year، بعد از یک سال این بیزینسشون اوج گرفت، موفق شد. باز هم اگر بریم از قوه تخیل و تصور استفاده کنیم، بله تا یه جاهای کمکمون میکنه. انگار که دستی ناپیدا از آسمان اومده و این بیزینس رو که پایین بوده و موفق نبوده به اوج کشونده و موفقش کرده. ولی واقعا اگر قرار باشه با این همه تخیل و تصور ما بخوایم معانی phrasal verb ها رو به دست بیاریم، چقدر میتونیم موفق باشیم؟ واقعا کار سختیه و به خاطر همینه که وقتی با یک phrasal verb برخورد میکنیم، حتی وقتی حدس میزنی که فکر میکنی که حدست خیلی نزدیکه، باز هم حتما از یک آدم باسواد، یه آدم این کاره، آدمی که واقعا انگلیسی رو خوب میشناسه، یا دیکشنری معتبر استفاده کنید و متوجه بشید که معنی اون phrasal verb رو در واقع خوب متوجه شدید. یک مثال آخر هم بزنیم. ببینید، کلمه look به معنی نگاه کردنه، forward به معنی جلو، به سمت جلوه، و تو هم که قبلا در موردش صحبت کردیم. حالا آیا در جمله I'm looking forward to receiving your reply میشه معنی look forward to رو حد زد اگر کسی از قبل معنیشو ندونه؟ من نشستم به جلو نگاه میکنم برای دریافت جواب شما. همیشه گفتم، همیشه یک ارتباطی، اگه قوه تخیل و تصورمون رو فعال کنیم، یه ارتباطی بین اجزای تشکیل دهنده یه phrasal verb و خود phrasal verb نهایی وجود داره. ولی خیلی وقتا این ارتباط باریک، نازکه و کار هر کسی نیست بتونه مفهوم رو حدس بزنه. خب اینجا در واقع به این معنی که من بی صبرانه مشتاق و منتظر یک اتفاق هستم. I am looking forward to receiving your reply. یه نامه‌ای برای شما نوشتم، مثلا درخواست کار کردم، مثلا به هر دلیلی نامه‌ای به شما نوشتم و حالا بسیار بسیار مشتاقم که جواب شما رو دریافت کنم. ببینید، یک مثال دیگه از phrasal verb که چقدر معنی عبارت نهایی با معنی تک تک کلمات در واقع فاصله گرفته و از اونها در واقع دور شده. یه نکته آخرم بهتون بگم دوستان، البته یه جورایی اول صحبتم بهش اشاره کردم، اکثریت غالب phrasal verb ها در زبان خودمونی یا دیگه حد اکثر نوترال، خونسا به کار میرن. به ندرت phrasal verbی پیدا میشه که بشه برای ساختارهای فرمال و کانتکست های فرمال و سطح بالا ازش استفاده کرد، ولی همین مثال آخر ما look forward to یکیشونه. معمولا در نامه های اداری، بیزینسی، به هر حال نامه‌ای که شما میخوای درش فرمال نوشته باشی، یا سخنرانی یا صحبتی که میخوای فرمال صحبت کنی، از این phrasal verb میشه استفاده کرد به معنی مشتاقانه، بی صبرانه منتظر چیزی بودن. امیدوارم این ویدیو براتون مؤثر و مفید بوده باشه. لطفاً کامنت ها نظراتتون رو برای ما بذارید. اگه phrasal verb خاصی به ذهنتون میرسه باهاش مثال بنویسید، ببینیم که چقدر خوب تونستید اون رو به کار ببرید، چقدر خوب شناختید phrasal verb. و البته از دوستان سطوح بالا انتظار میره که جملات قوی تری طراحی کنن، جملات قوی تر و شکیل تری بنویسن. دوستان لول پایین، هر چی که میتونید بنویسید، همه کامنت های شما برای ما با ارزشه. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و با دوستان دیگرتون این ویدیو رو به اشتراک بذارید. ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. ممنونم دوستای عزیز، تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.